آقای هاشمی، ابتدا درباره این فایل صوتی جدیدی که از نوری المالکی منتشر شده بیشتر بر ما توضیح میدید، چه نکات مهمی در اون وجود داره؟ با سلام. گویا این بر فرض صحت البته این فایل صوتی منتسب به آقای نور مالکی، چون ایشون همواره تا کنون منکر این واقعیت هستند و مدعی هستند که این فایل صوتی واقعی نیست و جعلی است، ولی بر فرض صحت اون ما نمیدونیم تاریخ دقیقش کی بوده، چون به مسائل بسیار زیادی در این فایل 45 دقیقه‌ای در واقع پرداخته و صحبت کرد. شاید مهمترین نکاتی اگر میخوایم صحبت بکنیم که بحث این که ایشون به همه کارگزاران عرصه قدرت و سیاست در عراق حمله کرده، مسعود برازانی را متهم به مزدوری برای اسرائیل کرده، مقتدا صدر متهم به مزدوری برای انگلیس کرده، همچنین سنی ها و حتی شیعیان از اونها به عنوان اراذل و اوباش نام برده و در خصوص شبه نظامیانی که در عراق هم فعالیت میکنن اونها را مرتبط به در واقع نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مختلف ایران متهم ساخته. از همچنین ایشون اذعان کرده و اقرار کرده که هنگامی که ایشون در ایران در دوران جنگ ایران و عراق بوده، ایشون مسئولیتی در حوزه امنیتی و اطلاعاتی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در شهر اهواز بر عهده داشته و تجربه در این راستا داشتن و تلاش میکرده به نحوی القا بکنه که روابطش بیشتر با سپاه هست تا بحث وزارت اطلاعات و کسانی که حاضرین در واقع چه نظامیان هستن اونها را دعوت میکرد بیشتر اینها را نزدیک بکنه به سپاه نه وزارت اطلاعات و اقرار کرد در واقع ایران دخالت‌های بسیار گسترده‌ای در عراق داره و همین ایران هست نهادهای اطلاعاتی و امنیتی مختلف در واقع سایر گروه‌ها را بر علیه همدیگر حمایت میکنه، به اونها اسلحه میده، پول میده، نسبت به حشد شعبی اون رو به عنوان یک تشکیلات وابسته به ایران دانسته و حتی مرجع تیستانی در واقع هست گزند حمله ایشون در امان نمونده و ایشون هم شدیداً به مرجعیت حمله کرد. در واقع اگر میخوایم جمع بندی بکنیم این فایل صوتی اونچه که در پشت پرده صحنه کارزار سیاسی و قدرت و جنگ درونی داخل عراق رو هست به وضوح و به روشنی نشان میدهد. آقای هاشمی، خیلی کوتاه وقت داریم. الان میدونید که نوری المالکی نزدیک به جمهوری اسلامی و همزمان هم از شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی انتقاد میکنه. ارزیابیتون رو خیلی کوتاه در 30 ثانیه به ما بگید. ممنون. ببینید قطعا همینطوره، یک واقعیت، ایران نهادهای مختلفش بینشون هم در خود عراق هم درگیری هست، یعنی سپاه با اون تعداد پایگاه‌های کدره و جریانات مختلف در سپاه هر کدومشون با یک بخشی از این شبه نظامیان در ارتباط، همچنین وزارت اطلاعات و این جنگ ها در صحنه عراق هم در واقع همواره روشن میشه و ایران از این تناقض بله. سپاسگزارم از همراهی شما جعفر هاشمی، حقوقدان و پژوهشگر خاورمیانه و جهان عرب.